بله بینندگان عزیز، یک بار دیگر خوش آمدید به سری جدید برنامه های فیس تو فیس. و این حرکت بزرگ جوانان ایرانی باعث شد من دوباره شما رو ببینم. فکر کردم صدات عوض درست میشه، همونه. من مجبور شدم با حرکت بزرگ جوانان ایرانی دوباره من اینجا بشینم و اون تحمل هایی که میکنم قد قبله. ولی حیف، میدونی چیه؟ کاشکی که حال بهتری داشتیم واقعا. چون اون شوخی های تو فیس تو فیس یا اون صحبت هایی که ما میکردیم یه حس دیگری بود که واقعیتش حتی سعیش هم که میکنیم جلو دوربین بازم اون حس به وجود نمیاد. اتفاقا من شروع کردم گفتن که در مورد برنامه جدید، بعد یه موقعی یواش یواش گفتم نه بهتره که ادامه ندم، ولی در اصل فرق نمیکنه. ما برای اینکه شما بعضی موقع برای ما پیغام میفرستین که ما هنوز احتیاج داریم یه ذره شادم باشیم، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه آقای امیر قاسمی، درود فرمان به شما. اولا اینه، همه ما واقعا در یک سیستم قرار گرفتیم، در یک موقعیت هستیم، واقعا دلمون میتپه برای کشور عزیزمون ایران. کاملا همینطوره، باور نکردنیه. بیشتر از هر موقعی دیگر ما دلمون برای ایران تنگ شده. و یه موضوع دیگه وجود داره که این دوست دارم امروز دربارش صحبت بکنم و این خیلی برام جالبه. بیایم برگردیم به سه ماه پیش وقتی یه کسی از همون میپرسید کجایی هستی، خیلی از ماها دو بار فکر میکردیم، بگیم ایرانی یا بگیم پرژین، بگیم ایرانیان یا بگیم پرژین. البته بعضی از ماها اینجا اومدیم دوندم چرا ایران، به عمرم من نگودم ام پرژین. خیلی هم میگن، خیلی هم میگن. یعنی چی؟ بعد بعضی وقتا دیدی که بعضی هم مثلا جست بگیرن ام ایرانیان، ایرانیان، ایرانیان هم نمیگن، یعنی ایرانیان. نه انگلیسیشون خیلی خوبه. آره. بعد امروز با یک اسم که یادش گرامی، مهسا امینی، ماها اصلا چهره دیگری در جامعه بین المللی پیدا کرده مردم ما. یعنی کاملا ما داریم میبینیم که مردم ایرانی با نظام یا با دولت امروز درست بین جهانیان تفکیک شدیم، کاملا تفکیک شدیم و مردمی که در دنیا هستن یک نگرش دیگری به ما دارن. یه مطلبی رو دیدم خوندم که نوشته بود که امروز مردم ایرانی اینقدر حالشون بده که هر جایی که میبینینشون در آغوش بگیرینشون. همین کاری که در ایران میکنن. چقدر مطلب قشنگه. آغوش رایگان، یعنی مشتی که میزنه طرف یه هدیه میده. نه آغوش رایگان دو تا واسدن خوش اومد که میاد بغلش کن. تو آمریکا هم داشتیم دیگه، تو آمریکا هم بود. و بعد این خیلی جالبه وقتی ما نگاه بکنیم که نگاه کشورهای دنیا به ما اینجوری هست، مردم دارن اینطوری نگاه میکنن. شما یادتون باشه ببینید در چه لولی و چه استانداردی مردم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور قدم برداشتن که اوکراین موضوع دوم شد. ارزش ما ایرانی ها، ارزش جوانان ایران از یک که مثلا اگه بخوایم مثال بزنید رسید به 1000. بله، باور کنید دختران ایرانی ارزش در دنیا باور نکردنی شد که موقع 50 تا خواننده فرانسوی میان آهنگ برای رو میخونن. هنرمندان بسیار بزرگی در سراسر دنیا میان موهاشون رو کوتاه میکنن به خاطر دختران ایرانی. و در اونجا که شما بیشتر اطلاع دارید، یکی از هنرمندان بسیار عالی ما که ارزش های بسیار عالی داره، بارها نزدیک دیدمش، کارش دیدم، اونم رنا منصوره که واقعا یه کار بزرگی انجام شده. از شما بیشتر اطلاع دارین با همکاری جری خاچوتوریان. واقعا افتخار آمیز بود. نه فقط خوندن اون آهنگ که به نحو بسیار عالی انجام، صحبت آخرش بسیار عالی بود. چی دارین در این مورد بگید؟ روزی که جری یه به صورت یک ایمیل دعوت شده بوده از طرف وایس و گفته بوده که جمعه میخوایم اینجا باشید، یعنی جمعه ای که 3 روز دیگه بوده، جری و رنا، از رنا خواسته بودن. خب جری چون منیجمنتش رو انجام میده و منیجرش هست، اونا آشنا بودن خیلی خوب با رنا منصور، از یه طریقی فرستاده بودن. و بعد
جری خاشتوریان با اونها تماس گرفته و گفتن بله ما این جمعه هستش، بلیط براتون میفرستیم. تو اونجا که اطلاع داشتم رعنا در کانادا بوده، جری در لس آنجلس بود. درست بعد از برنامه گلندل بود سری رفت. آره دیگه، دوتایی از دو قسمت مختلف آها. دنیا سفر میکنن، میرن به آلمان و مهمان وایس بودن، براشون بلیط و همه چیزشون آماده کرده بودن. وایس آلمان اونها رو دعوت میکنه، میرن به آلمان. بعد تا اونجایی که خبر دارم اینها دو تا درس ریهرسال داشتن. اول تو این فکر بودن که آیا این برنامه رو لایو اجرا کنن یا پلی بک باشه. بعد از دو تا درس ریهرسال خود آلمانی ها میگن خیلی زیباست، لایو چقدر خوب در آوردی کارو و لایو اجرا بکنیم. و بعدم اون موقعی که میخوان ضبط بکنن دیگه قسمت ضبط اصلی لایو اجرا میشه. و بعد یه چیز جالب برات بگم، یه سری عکس‌ها و ویدیوها جری برای من فرستاد از همونجا که کل بند در موقع تمرین یه سوئترهای پوشیده بودن که روش نوشته بوده زن زندگی آزادی. همونجا اون داورهای اونجا هم همینجا یکی از داورها که مارک فاستر هست، مارک فاستر این هم آهنگسازه و هم خواننده است، خیلی احساساتی بود. آره مارک فاستر که اتفاقا یه عکس قشنگی هم با رعنا با همدیگه گرفته بودن با همون لباس مونده تو سن. یه حرکت خیلی جالب بود. اتفاقا از آلمان هم با من جری عزیز تماس گرفت و سریعا تا ویدیو شد برای من فرستاد. بله گفتش بله. که ویدیو رو فرستاد، گفت اجازه پخش در سر دنیا پخش شد. میدونی این برنامه 30 میلیون بیننده تو آلمان داره. بله یعنی آلمان 30 میلیون نفر از 80 خورده میلیون نفر آلمانی باید باشه دیگه، فکر کنم 30 میلیون نفر بیننده داره و این باز یک حرکت بسیار مهم. مجری خوبی هم داشت، دو تا مجری بسیار خوبی بودن. They didn't kill him, but they did something. I don't know. Anyway, but they're doing that to him. So kind of created something. Right. He wrote the song based on tweets that people were tweeting about their problems. And so he took the tweets and he created the song. And then we made it in English. So that's what we're going to do. Anyway, thank you. I got very emotional when I saw that. He's my brother. I was going to say, you look very similar. Yeah, thank you, guys. You are our brother. Yeah. Super, danke. Vielen Dank für alle, die in der Wahlgruppe sind. Ich möchte uns wieder um... Man bin Rana Mansur, der in Amerika bei der Union war. اینجا بزرگ شده بله. و انگلیسی اصلا این لهجه به خصوص من یه ذره لهجه انگلیسی هم در لهجهش میبینم وقتی داره میخونه خیلی لهجه سنگین و عالی داره، خیلی خیلی عالی خونده. بعد برای من تا حالا رعنا منصور برنامهش ندیدم، تا به امروز ندیدم برنامهشو. برنامه نزدیک مثلا آره ندیدم هیچ وقت، حضوری هیچ وقت آره ندیدم. آره. فقط یک بار سر یک برنامه نوروزی که ما داشتیم که در اون زمان قراردادی با یه شرکت دیگه داشتش، قرار بود در برنامه نوروزی ما باشه، موقع تمرین من فقط یک بار دیدمش. آره ولی واقعا بسیار حرکت قشنگی بود، بسیار کار زیبایی بود. چه اتفاقی برای رعنا خواهد افتاد در کنار اینکه واقعا این کار برای اینکه به خودش کمک کرده اصلا نبود، مطمئنم این کاری کرد که واقعا مهسا امینی، جنبش بانوان ایران، دختر ایران رو به دنیا معرفی کنه. با صحبتی که آخرش کرد خیلی عالی بود. 100% من فکر کنم میتونه آینده خیلی خوبی براش باشه و کار قشنگی که کرد. ببین من مخالف این هستم که کسی این آهنگ برایه رو اجرا بکنه. بارها هم این مسئله رو گفتم. گفتم آهنگ خود شروین رو پخش کنید، روش لب بزنید، روش بخونید، ولی اونو پخش کنید نه اینکه خودتون بخونید. متوجه؟ من اینو بارها گفتم. ما گوگلی نمیخواد بخونیم اینو؟ نه یکی خونده بستشه. یعنی چی؟ یکی گروه خونده دیدن ول کن اذیت نکن ول کن. آره بذار همینجا افتخار واسه بمونه. ولی یه چیزی براتون میگم، اونم اینه که
این کاری که رعنا به انگلیسی ترجمه کرده و انگلیسیشو اجرا کرده بسیار زیباست. عالی بود. و کار درستیه. بله. وقت دفعه اول قبل از که به آلمان بره، خب همه ما اون ویدیویی که علی سروش درست کرده بود برای علیرضا. علیرضا. بله، علیرضا سروش درست کرده بود. با علی سروش اشتباه نگیریم. بعد علیرضا سروش براش درست کرده با این لایتینگ خیلی خوبی درست کرده بود و خیلی عالی خوب با ما همه تعجب کردیم. دیدیم بارکلا یه نفر اومد جلو و اینو انجام داد، یه کار خیلی عالی بود. بله. درسته، اینو گفته باشیم. اما دوستان عزیز، همطوری گفتیم، خب برنامه ما یه مقدار نوعش، حرکتش، صداش و حالتش عوض میشه در این روزهایی که همه ما عوض شدیم واقعا. اما بهتون بگم آقای امیرقاسم، من رفتم به تظاهرات ببلی هیلز. طبق تظاهرات دیگری که تا جایی که امکان داشت همیشه حضور داشتم. بله. شما هم دیدم در تظاهرات، البته نه اون روز به خصوص. بله. عرض کنم خدمتتون که چند مورد دیدم، خواستم صحبت کنیم در مورد، شما اطلاع دارید، دوستانم هم در میان بذارید. ببینیم، ما الان داریم کار میکنیم که دموکراسی رو داریم تمرین میکنیم. میخوایم دموکراسی تمرین بشه برای آینده ایران. همونطور که واقعا توی ایران مردم عادی خوب دموکراسی رو دارن واقعا تمرین میکنن، آنهایی که تو خیابان ها هستن، و ما هم دوست داریم در خارج هستیم دموکراسی رو چیکار کنیم؟ تمرین کنیم، رعایت کنیم. خیلی مهمه. مطلب خیلی زیادی از شما میتونید صحبت میکنید، ولی من یه مطلبش بگم. ببینید، در امریکا، در تمام دنیا اصحاب مختلف وجود دارن دیگه، حزب های مختلف وجود دارن. بله. که در رقابت های بزرگ سیاسی با هم هستن. بله. از جمله در امریکا در این روزهای همین چند روز پیش هم داشتیم. بله. رأی‌گیری داشتیم، رأی‌گیریه که در برنامه بعد بیشتر وقت نتایج همه به دستمون خوب رسید در مورد صحبت میکنیم. حتما. که چقدر مهمه برای امریکا این انتخابات میان دوره‌ای برای امریکا، برای انتخابات سال 2024 و تصمیمات مهم در دنیا. اما وقتی من در تظاهرات ببینید که شاید بالای 10,000 نفر اومده بودن و خیلی ارگانایز، خیلی خوب برنامه‌ریزی شده، یه دونه ساین دیدم، یه علامت دیدم، یه کارت بورد دیدم که روش عکس بود، نوشته بود همش هم به انگلیسی. خب عکس آقای جو بایدن پرزیدنت امریکا اونجا بود. یه دونه علامت انگشت وسط هم اونجا بود. بله، این انگشت اشاره نشون بدم. آها. خوب نیست. بله، انگشت وسط هم اونجا بود. اوکی. که این نفر گفت ما در فارسی بهش میگودیم بیلاخ، ببخشید. بله، فارسی جهیر بهش بگن آناناس. آناناس. بله. چه میوه شیرین و بله. نخورید آناناس رو به خدا. اگر ناراحتی قند و اینا دارین، تو رو خدا آناناس نخورید. خب حالا چی بود؟ حالا یه دونه از این انگشتا اونجا بود. به طرف صورت پرزیدنت امریکا. بله. بعد نوشته بود اون کلمه چهار حرفی. بله. که با اف شروع میشه. بله. اونم بود اونجا. اون کلمه بایدن. F-U-C-K بایدن. بایدن. آها. خب این یه اشکال خیلی بزرگیه. تو کالچر ما، توی جامعه ما زیاد جا نمیافته این چیزا. و زیادم نمیبینیم. خب میگن در انتخابات در جای مختلفی آدمایی هستن که خیلی حساسن به کشور خودشون به صورت غیر عادی. بعد چیزی که خیلی من از آزرداد نمیشتود و همچنین اون کلمه چهار حرفی به تمام کسایی که به او رأی دادن. آها. و خب برای تو شانس آوردیم پس. کجا میدونی؟ میدونم. من کجا میدونم اصلا شما به کی رأی دادی؟ نمیخوام بدونم تو به کی رأی دادی. اصلا نمیخوام بدونم. خب و به تمام کسایی که رأی دادن. حالا نیا کنید، درسته که ما خیلی بدبختی های ایران رو بر جیمی کارتر بزنیم. خانم نبود فقط این که گرفت. آقا پسر جوان بود. جوان بود. و خیلی ها ناراحت شدن. خیلی هم که بغل من راه میرفتن اومدن، شاید در راه مثلا 10 متر اونورتر بودن، از اونجا اومدن، گفتم میتونم یه سیبیل بودم بفرمید. گفت اینو دیدین؟ گفتم بله دیدم. گفت میشه اینو صحبت کنین در موردش در رادیو تلویزیون؟ در مورد این چیز درستی نیست که گفتنش. حالا اون اولش به یه چیزی اوکی مسئله نیست گفتین، ولی دومیش که شما این
حق و بقیه بقیه میگیرین و به بقیه ای که حالا به خوب و درست و بد رأی دادن این فوشو میدین، این کلمه رکی که استفاده میکنین خوب نیست. برای موافقه؟ من موافق هستم که توهین به هیچ شخصیت کشوری مثل که درش دوری زندگی میکنید، کشور خارجی منظورمه. ببین تو اون کشوری که دارم درباره کشور خودم صحبت نمی کنم، درباره کشور خودم صحبت نمی کنم، من دارم درباره کشور دیگه که توش انتخاب کردی توی زندگی کنی، نباید بهش فوش بدی. این نظر نگرش میشه. مردم تو ایران انتخاب کردن، تو ایران زندگی میکنن. نه گفتم غیر از کشور خودم، من صحبت میکنم که یک غیر از کشور ایران، غیر از کشور خودم، این کشور ایران هر چی بگه ما قبول داریم. شما ببین من سر بیام یه حرفی، حالا داریم میدیم خارج از محدودهی که الان داریم صحبت میکنیم، ولی این داستان جالبیه. تو کلاب هاست یه آقای صحبت کرده بود، گفته بودش که دوستان عزیز، من از سیستان و بلوچستان با شما تماس میگیرم و گفتم بفرمایید، خواهش میکنم. اینا گفته لطفا یه چیزی، اگر زمانی این مسئولین کشوری کارشون از دست دادند یا گروه دیگری اومد بر سر قدرت، خواهشن نه این دوستان رو محاکمه کنید و نه فکر اعدام و زندانی باشید براشون، بفرستیدشون سیستان و بلوچستان ببینن ما چطوری داریم زندگی میکنیم. به اونجا تبعیدشون کنید، تبعیدشون کنید به یکی از اون روستاهای اونجا، ببینید زندگی کردن، حس کنن ببینن ما چطوری این سالها زندگی کردیم. یعنی که اعدام ببینیم علی رضا، ببین حرف خیلی معنی داره، حرف قرزاوره، حرف دردآوره که یه نفر داره میگه راست بگی دیگه. ببین بیا خود بیا چند وقت با این گاندوها سر کنن، با این آب سر کنن، با این با کولبرا رو ببینن، ببین این حس کنن این مساله رو. چون به فرخرو پارسا یکی از بانوی بزرگ ایران، وزیر آموزش پرورش، بله، تحصیل کرده، فقیرم بود واقعا، واقعا هم ثروت آنچنانی نداشت. یک بانویی بود که من زمانی که محصل دبیرستان بودن، ایشون چی بود؟ ایشون وزیر آموزش پرورش بود. در یک تئاتری که در مسابقات سراسری ایران بود و ما این تئاتر رو آوردیم به عنوان از بازیکن یک دبیرستان به خصوص در ایران به روی صحنه تالار فرهنگ هنر، فرخرو پارسا ردیف اول نشسته بود. خاطرم دارم میگم. و بعد وقتی فخرو پارسا رو به اعدام محکوم کردن بدون هیچ دلیلی و وقتی بلند شد و گفت آقای رئیس دادگاه من یک پزشک هستم، خب پزشک بود، بله، گفت مرگ که نمیترسم، من مرگ وارد هستم، مرگ یک لحظه است، یک خواب بعد از ظهر، یک چرت، یک لحظه که چشتونو میبندین، مردم که شب میخوابن صبح اخواب بیدار میشیم میدونی چه خبر بوده؟ نه دیگه، درسته. پس هم که شما گفتین درسته، اگه اعدام کنم مثل همون برق تموم میشه دیگه، بله، پس بزن زرش بکشم. گفتم ببین ما چی میگیشیم، حالا برگردیم سر صحبت خودمون. ببین اولا در دموکراسی میتونید شما عنوان کنید به گفته خود شما که با آقای بایدن فوش بدی، که البته در استاندارد ما نیستش، ما نیست، توی فرهنگ ما نیست، ما نداریم این مسئله رو و اونو میتونی انجام بدید. ولی در دموکراسی این هستش که اگر من طرفدار آقای بایدن باشم، این درستش که شما به طرفدار بایدن یا کسی که به بایدن رأی میده فوش بدید. این کاملا مخالفم من باش. و مثلا میگم توی دیدم برنامه مختلف که حالا حتما امروز باش در رابطه باشون صحبت خواهیم کرد، کنسرت هایی که بودش و یا به هنرمندانی که دوستان فوش که حالا چه از ناسزا میگن، این ناسزاگویی تا زمانی که به طرف بگی شیمان یو اوکیه، خیلی خوب بود، کاشکی که اون بیل اون ساینه به جای FUCK که برای آقای بایدن نوشته بودن نوشتن شیمان یو بایدن، متوجه ای؟ شیمان یو، فقط همین، اصلا بایدنش هم لازم بود عکس آقای بایدن زدم میذاره رو شیمان یو. آخه به ما نمیخوره، این کار میکنه، میدونی خجالت بکش، اون جمعیت 10,000 نفری بهشون نمیخورد که همچین کلمه رو به استفاده کنه، خجالت بکش، این خیلی قشنگه، حیا هست بزن، آیا حیا کن و رها کن. آره آره آره، مملکت آمریکا رو که نمیتونه رها کنه، چون 4 سال هستش، 2 سال دیگه مونده، ولی شیمان یو رو میتونستش بذاره، خیلی بهتر بود، متوجه دنیا هم بهش اونجوری نگاه میکنه. مرسی که اینو بیشتر باز کردی. و چیز دیگه، اتفاق دیگری که دوست دارم برام روز بگم که زیاد بود، یکی دیگه بگم بهتون، ما در رودو درایو
اون جایی که پر از فروشگاه‌های معروف دنیا انجام بیژن هم هست. شایدن بستینش اونجا رو دیگه. اینجا بسته شده بود، این گروه عظیم حرکت میکرد. بس مغازه‌داران یا صاحبان اون صفحه‌های بوتیک‌های خیلی که همه جلوی در اومده بودن. خیلی هم خوشحال بودن. برای اینکه میدونستن اینا همه مشتریاشون خواهم بود به زودی و یه عده‌شون هم تشخیص دادن گفتن این مشتری منه، اون مشتری منه. همه رو می‌شناختن. بعد ما به یک جایی می‌رسیدیم که خیابون رو باید رد می‌کردیم. حدود 2000 تا اتومبیل واسه بودن تا ما رد بشیم. اونم 20 دقیقه طول می‌کشید. چون چراغ اونجا قرمز شده بود. اون بعد صف می‌شد تا هم رد می‌شدن و به صورت. بعد یه عده ردیف اول اتومبیل‌هایی که بود پلیس هم همه با موتورسیکلت اونجا واسدن. یاد از ایرانیان عزیزمون که خیلی هم دوستون داریم، ماشیناتون هم خیلی خوشگل و گران قیمت بود، همینطور بوق میزنن بی 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 بی. آخه چرا؟ من که پلیس را پیش گفت خانم پلیز دونت احب ایر پیس، من دارم گوش میکنم، شما دارین بوق میزنین، ما اینجا واسدیم، دونت دو دات. بعد مردم چقدر ناراحت بودن. آقا نکنید این کارو، تو رو خدا هم کسبه رو ناراحت میکنید، امریکایی که بغل دستتون جورتونه هی بوق میزنید. اگه دوست دارین شرکت کنید ماشین رو پارک کنید بیاین پایین شرکت کنید در این. این حرف من تنها نیست، حرف کسایی که با من حرکت میکردن بود و پلیسی که اونجا واسطه بوق نزنید. آخ نه دلیل نداره. بله. یک زمانی بود جورای فدرال بیلدینگ 30 نفر 40 نفر می اومدن با یک پلاکرت هایی، بعد ما رد می شدیم برای حمایت، اونا خودشون می خواستن که ما بوق بزنیم. بله. اگر باشه موافقیم. بله. نه این چه 10-15 هزار نفر دارن حرکت میکنن، شما همینطوری که بی بی بی. اونم همون فکری کرده. ولی اون ریتمی که شما زدید بیشتر عروسی عمه یه طرف بود. آره عمه، آره همین بود، بی 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 همین بود. من یاد عروسی ایران افتادم. یه زمانی که شما گفتید این ساین ها هست که بوق بزنید وقتی که مثلا اینو میبینید، میدونی اونو داشتیم ما قبلا. ولی حرفتون درسته، شما رد میشه میگه بی بی میرین تموم شد رفت. نه اینکه واسطه 15 دقیقه میگه بی بی بی. یکی از اتفاقاتی که افتاد به نظر من این گردهمایی یا این تظاهرات یا این اعتراضات در بیورلی هیلز بود. خیلی بهتر از وست‌وود کار میکنه و جواب میده. خیلی بهتر جواب میده. امیدوار هستم که این دوستانی که این کار را انجام دادن دوباره بتونن در بیوردیز انجام بدن. جلوی فدرال بیلدینگ کار نمی کنه به اون صورت. نه. ما اصلا سخنران احتیاج نداریم. آفرین. اصلا سخنران برای چیه؟ ما که همه رو می دونیم. باید بزنیم حرکت کنیم مردم دیگه ببینن. خیلی ما که همه رو می بینیم. تا اونجا که می تونید پلاکارت های زبان انگلیسی داشته باشید. تا اونجا که می تونید حرف خودتون رو، نظر خودتون رو روی اون پلاکارت بذارید، حرکت کنید. و این حرکت کردن به خصوص در بیورلی هیلز نقش بسیار موثری داره. واقعا مدون بچه هایی که در قسمت والنتیر هستن میان اونجا کمک میکنن، اون لباس های زرد و با خط های زرد میپوشن، اثر پهلوان، آقای شاهنگیان، گروهشون، تمام اینا که دارن کار میکنن شبانه روز تو ما رو برسونن به روزهای شنبه و این تظاهراتی که امیدوارم هر هفته ادامه پیدا کنه. خیلی خوبه، خیلی بسیار عالیه. و من امیدوار هستم که یک طوری نباشه که یک دل سردی به وجود بیاد. نباید بشه ها. بین هیچ کدوم، برای هیچ کدوم از کسانی که مسئول هستند، به خصوص من دوست دارم که این حمایت از حرکتی که حامد اسماعیلیون شروع کرده بشه. چرا؟ بخاطر اینکه من گاهی وقتا حس میکنم که بعضی از این گروه ها یا بعضی از این اشخاص سعی بر کمرنگ کردن دارن، حتی رسانه هایی که من دارم میبینم کمرنگ کردن حامد اسماعیلیون دارن و حرکتی که انجام میدن. حامد اسماعیلیون اعلام کرد که من اصلا دنبال یک وزنی سیاسی نیستم. بله. من کارم کار مدنیه. فعال مدنیه. بله. کار مدنیه. احتمالا همینم خواهد بود در آینده ایران، در آینده ایران. و کسی دیگری هم که باید اینجا بهش تبریک بگم، خوب داره، هم با انگلیسی خوب، هم با فارسی خوب، هم با نالج و شناخت خوبی داره. و اونم کسی نیست بجز کی؟ بجز هنرپیشه هالیوود که دفعه قبلا صحبت کرده، نازنین بنیادی که همه جا حضور داره، خوب صحبت میکنه، پرزنسش خوبه، شروعش خوبه. تمام سعی کسانی هم که در خارج از کشور هستن و شغل و پست مهمی دارن، تمام سعیشون این هست که
دوستانشون، عزیزانشون، خانواده‌هاشون به راحتی بتونن برن به اون کشور، بتونن بیان بیرون، بتونن از موقعیت خوبی برخوردار بشن. حسین خیلی سخت، دلار 40,000 تومان به راحتی ما داریم میگیم دلار 40,000 تومان این خیلی سخته. دلاری که دو قطعی خواهد شد در ایران، دلاری که ما داریم نگاه میکنیم اصلا باور نکرده. ببین من نگاه میکنم به کشور همسایه‌ای مثل دبی، مثل امارات متحده عربی، ببین چند سال اینا دلار رو لاک کردن، قفل کردن با 365. اصلا دردناکه، خیلی دردناکه. خیلی متاسفم. و ببینید متخصصین اقتصادی حدس میزنن که یک اتفاق عجیبی در کمیاب بودن چیزهای معمولی زندگی در ایران اتفاق خواهد افتاد با این مسئله. در مورد دلار صحبت میکنیم، کاش ایرانی این 2 میلیارد دلار رو برده بود. آره، یک گروه ایرانی برده بودن و میتونستن با این پول شاید کمکای کوچیکی به حرکت های ایران یه نفر برده، یه نفر برده، اونم در کجا؟ در محدوده لس آنجلس بزرگ. این صبح از ما بیت بخت آزمایی میکنیم. بله، بازه بخت آزمایی که 2.1 میلیارد دلار رسید. هر میلیارد هم میمونه 1,000,000,000 قربونش برم. اون وقت شهر آلتدینا در یک فروشگاه کوچیک که اونا اگر 1% هم که فکر میکنم به اونجا میدن، به اون فروشنده اون مغازه میدن، 20 میلیون دلار فقط مغازه میگیره. 2 میلیارد دلار که اگر اون شخص تصمیم بگیره اینو همش دریافت کنه، بهش 999 میلیون دلار میدن، نه 2 میلیارد دلار. بله، یه دفعه بخواد بگیره نصف میکنن، نصفش بهش میدن. اگه بخواد یه دفعه بگیره، یا اگه همشو میخواد باید 30 ساله بگیره. 30 سال همشو تقسیم میکنن به 30 سال بهش میدن. اگر هم کسی انتخاب بکنه مسئله‌ای نیست، هر سنی باشه اگر فوت کنه میرسه به چی؟ با بازماندگانش. مهم نیست. حالا یه سوالی، چون شما بهتر اینو میدونید که بعضی از شهرهای آمریکا مجبورید که اعلام بشه. برای ایالت‌ها. برای ایالت‌ها. بله. ایالت قوانین داره. آیا ایالت کالیفرنیا باید اعلام بشه یا نشه؟ فقط به دلیلی که ما سوپرلاتو داریم، ما رو کالیفرنیا، ما پاور بال داریم که تمام ایالت شرکت کنه. بله. قوانینش یه ذره فرق می‌کنه. بله. قوانینش فرق می‌کنه، ولی اصولا تا حالا اتفاق افتاده که خانمی که در نیویورک برده بود 6 ماه هم نرفت، چون 6 ماه وقت داره تا 1 سال، بعضی اینا 1 ساله، بعضی 6 ماه، تا روز آخر ثبت که وکیلش بجنگه معرفیش نکنه، برای بازنده شدن تا آخر. باید معرفی بشن و اینه که توصیه میکنه وقتی بردید آقای امرسمی، اولا یک به من زنگ میزنی. من تا حالا نبردم. من 2500 دلار بردم. چون نخریدم. نخریدی. اول به من زنگ میزنیم، بعد به یه وکیل زنگ میزنیم، به یه حسابدار زنگ میزنیم، به یک مسئول مستقلات زنگ میزنیم. اوکی. شما رو از اینجا حرکت میدیم، میری 50 مایل اونورتر زندگی میکنیم. همین. بس تموم شد. این بهترین کار. بله. خب بریم پس برگردیم تا دقیقه دیگه باز برمیگردیم با شما خواهیم بود. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. یکی از صحبتی که جایی نیست که در مورد صحبت نشه، از سوشال میدیا گرفته تا خونه های مردم، تا گردمایی کوچک و بزرگ، چه رو خط آنتن رادیو، تلویزیون، همه جا در مورد صحبت میشه. در مورد کنسرت های مختلف هست که آرتیست های مختلف، بعضی از 1 سال پیش تدارک دیده بودن، بعضی از 6 ماه پیش. مسلما کسی امروز تصمیم نمیگیره فردا بخواد کنسرت بزنه. بله. حالا چیزا مختلفه، نظرات مختلفه. خب علیرضا بهتر میدونه در این مورد، ولی در این مورد علیرضا قسمت فنیشو میدونه، ولی قسمت احساسیشو اینا رو خب خیلی همه نظرات مختلفی دارن در مورد کنسرت ها. میخوام ببینم علیرضا نظر چیه در مورد کنسرت ها، اتفاقی که در کجا افتاد، در سیدنی استرالیا افتاد و جاهای دیگر، و همینطور من با فرماز آصف هم در استرالیا صحبت کردم که اونجا حضور داشت، اونم نظری برای خودش داشت. مثلا گوش. بله. تو بریزبن دیدیم داستانی که برای ساسی به وجود اومد. بله.
و در بریزبن برای ساسی بود. یه سری اصلا از قبل داشتن آماده می شدن، استوری گذاشتن، داریم میریم کنسرت، کنسرت رو بخواهم به هم بزنیم، بخواهم جلوش رو بگیریم، همین مسائل، و رفتن و در بریزبن و در داخل سالن کنسرت شروع کردن به شعار دادن. چقدر تماشاگر معمولی اونجا بودن؟ زیاد اصلا جمعیتی نبود. نه بود، اصلا یه 30-40 نفر فکر کنم. شاید بیشتر، شاید بیشتر. 100 نفر، 200 نفر. همین حدودا. البته بریزبن یکی از شهرهای کم جمعیت برای کنسرت رفتن. و کم کنسرت تو بریزبن میذارن. اگر هم باشه مثلا سالن‌های خیلی کوچک توش اونا بلیت خریدن رفته بودن، تو اونا که مخالف بودن. بله، بلیت خریده بودن. بلیت خریده بودن رفته بودن داخل سالن و شروع کردن به اول با عکس مهسا، بعد شروع کردن به شعار دادن و شعارهای همون حالا بیشرف و چیزایی که همیشه بارها میشنویم اونها رو شنیدیم و دیدیم. ببین از یه طرفی این مسئله دو طرف، یه شمشیر دو لبه است. واقعا یه شمشیر دو لبه است، یعنی یه شمشیری که هر دو طرف میبره. هر واقعیتش هم هست. یکی این که وقتی که ساسی میاد کنسرتشو کنسل میکنه، دیگه چرا اینا رو انجام داد؟ از یه طرف دیگه وقتی که برنامه گذار یه مقدار حدود 10 تا 12 تاش کنسل کرده، خب دیگه بعد دیگه وقتی کنسل می‌کنی دیگه کنسل، یعنی به قول معروف دیگه آب شربت رو نوشیدی دیگه. داره. وقتی تو شربت رو نوشیدی دیگه بعد ادامهش بد میدادی. خب در اول خوبی کنسل کرد بود، در بعد کنسل نکرده. نه، مثلا اینکه یه موقع هستش کنسل گذاره میگه نه آقا من خواهم برنامه رو بذارم. مسئله بزرگ اینجا شمشیر دو طرفه، دو لبه به گفته ای. مسئله اصلیش برمیگرده به خود مردم. مردم هستند که به نظر من این مردم رو شما باید ازشون سوال کنید. شما چرا رفتید؟ شما چرا بلیت خریدید؟ شما چرا بلیت میخرین؟ اگر هم بخواید سوال کنید، برای که یه مقدار ما به آزادی های مردم، نه میگم اگر بخواید گیر بدید به کسی، به آرتیست گیر ندید. چون برنامه گذاره میگه آقا من خواهم برنامه اجرا کنم، من بلیت فروختم، نمیتونم ضرر بدم. آرتیست هم گیر میدم، میگه چرا کنسل نکردی؟ نمیتونه آرتیست کنسل کنه تنهایی. ببین کنسرت خانم گوگوش مال خود گوگوش بوده. اون به خود گوگوش ربط داشته، کنسل بکنه یا نکنه. متوجه ای؟ خودش سالونو گرفته، خودش گروه خودش رفتن این کارا رو کردن. اکثر شهرهای دنیا هم خودش داره کنسرتش برگزار میکنه. اوکی، اتفاقا اینو من اجازه بدید ساسی کار نکرده. بله، فرمرز آصف عزیز که خودش در این تظاهراتی که اونجا بود یک آهنگ میهنی خیلی خوبم خود خوند، بهش تبریک میگم، خیلی خوب کارش انجام داد. به من گفت که خانم گوگوش و گروهشون که آقای رابرت هم اونجا بودن. بله. و گفتن اینا در طول شهر سیدنی 3 یا 4 بیلبورد بزرگ رو، نه برای تبلیغ کنسرت، برای مهسا امینی خودشون خرج کردن و این بیلبورد ها رو در سطح شهر زدند. خب این هم یه حرکت خوبیه. ولی من قبول ندارم که گوگوش، واقعا گوگوش در آسمان موسیقی ایران، هنر ایران به وجود نخواهد اومد دیگه. من موافق جملات رکیک به گوگوش بودن زدن نیستم. منم نیستم. من اصلا کلن مخالف این لغت ها و این جمله ها هستم که عنوان میشه، کلن مخالف این هستم. اما چیزی هم که باید درباره صحبت بکنیم اینه که آیا ما اگر امروز بیان بگیم خب کنسرت ها باید برگزار بشه، بگن آقای خودش میخواد برنامه بذاره. آره. به خاطر شمیدن. همین هم به خاطر همین هم داره میگه این برگزار بشه. من بازم اینجا میگم، اما ما خواننده سیاسی و غیر سیاسی نداریم. ما اینو نداریم. چه کسی بگن آقا نه اشکال نداره، چون این مثلا آهنگ آروم میخونه بذار بخونه، اون چون شاد میخونه نخونه. این اشتباهه، این اسم مسخره ایه. یه صحبت خیلی خوبیه. ما هیچ خواننده ای نداریم که آهنگش ربط داشته باشه همش بخواد به مهسا امینی و حدیث نجفی و نمیدونم نیکا شاکرمی و به اینا ربط داشته باشه. حالا رضا یه خواننده بگه من این سالونو گرفتم 5000 نفر باز برای همه، بیاین به کنسرت، بیاد دیگه. چرا باید بیان؟ چه دلیلی داره؟ چه دلیلی داره باید بیان؟ برای 5000 نفر بیان برای کنسرت؟ نه، برای اینکه بتونن اون اهداف سیاسی رو اهداف سیاسی با آهنگ نمیدونم با خواننده ربطی نداره. آره درسته. کجای دنیا اهداف سیاسیش به خواننده ربط داشته باشه؟ اما وقتی شما میایین تو سیدنی 5000 تا بلیط می‌خرید، میرید سالن، شما از اون 5000 نفر واسه چرا بلیط خریدید رفتید؟
شما اگر الان در لس آنجلس کنسرتی هست، در سان فرانسیسکو کنسرتی هست، بلیط نخرن اونه. نه این دوربین روی آرتیست بندازید آقا چرا رفتی برنامه اجرا کردی، دوربین بندازید اون جمعیت که دارن میرن تو سالن. آقا شما چرا داری میری تو کنسرت؟ تو این موقعیت مردم چرا داری میری تو کنسرت؟ شما که تو آلمان هستی چرا داری تو برلین میری کنسرت وقتی همچین نمادی داریم نشون میدی؟ این کنسرت دفتر شما با این لباسی که شما پوشیدید، با این نگاهی که شما دارید، این در واقع دهنکجی به جوانان یا بچه‌هایی که در داخل کشور دارن از بین میرن هر روز. اینه داستانش. آقا ما یه چی یاد گرفتیم که تو زندگی خودمون طرف وقت تا فوت میکنه میگن آقا تو 40 روز بیرون نرید. الان ما هر روز یه نفر داره کشته میشه. بله. متوجه ای؟ پس خیلی وقتا مثلا دوست دیگریمون، همکارمون آقای ساویز، ایشون هم وازنده است، هم کار لایتینگ و اینا رو انجام میده تو برنامه های مختلف، میگه خب چرا فقط ماها باید از کار بیکار بشیم یا چرا موزیسین ها باید بیکار بشن؟ اینم یه حرف دیگه ایه. بله. اینم یه حرفیه که ما باید دربارش فکر کنیم حسین جون. ولی به نظر من توهین کردن به یک هنرمند، شیمانیو هیچ ایرادی نداره که به یه هنرمندی بگید آقا شیمانیو داری این کار رو انجام میدی. بله. متوجه ای. ولی از این فراترش بگید نه آقا اینا یه سری کنسرت‌گذار دیگه هستن دارن این راه انداختن، این حرفا رو دارن میزنن چون دارن حسادت میکنن. این نیست. اگه شما یه رفراندوم را بندازید، متاسفانه نگرش مردم ما چه داخل کشور چه خارج از کشور که کنسرت نباید باشه. بله. اگر رفراندوم را بندازیم، بگی آقا یه رفراندوم میخوام را بندازیم، اما اونایی که میخوان باشه یا اونایی که میرن، اونها زیر سوال باید برن. نه آرتیست وقتی 4 تا برنامه کسی فروش نکنه میگه آقا میمونیم خونه دیگه، واسه چی بریم برنامه؟ بله. متوجه میشم. اینه داستان. حالا یکی برنامه گذاره آقای شهرام شبپره میشه تو نیویورک که میان میگن آقا ما تصمیم گرفتیم شما هم اگه اوکی هسته ما هم دیگه نذاریم این برنامه رو. اما یادمون نره ما $30,000 فقط، ما گروه ما یه از طرف شهرام و ما $30,000 فقط خزینه ضرر دادیم چون بلیط های هواپیمامون نان ریفاندبل بود. بله. کنسرت گذار خیلی ممکنه بیشتر از اینها ضرر کنه که در نیویورک هستش. متوجه هستید؟ پس بعد اینجا در نظر گرفت که اگه قرار نیست کسی بره کنسرت، هیچکی فرق نمیکنه. آقا نه این شاد میخونه نه باید بره، والا هر کسی یه زن زندگی آزادی دنبال خودش میندازه، برامی که داره آهنگ شاد میخونه خیلی راحته میتونه عکس مثلا دکتر جون دکتر رو بخونه ساسی پشتش آقای امین نژاد بذاره، بعد یه آهنگ دیگه بخونه عکس مهسا امینی رو بذاره. نمیشه. یه خورده کمدیه. مطمئنم که کنسرتی برنامه‌ریزی نشد در از این 40 روز گذشته، 5 روز گذشته و انجام نخواهد شد. اگرم کنسرت بوده، کنسرت هایی بوده که دیگه به قول معروف قانونا نمیتونستن توش بیان بیرون. بله. در هر صورت حالا ما در کنسرت سیدنی دیدیم، خب 5000 خورده اینطور که من شنیدم از طرف، بله، از طرف آقای فرمز آصف خوندیم، خودشون تصمیم گرفتن برن. بله. چیکار کنیم؟ وقتی اونا میخوان برن، مردم آرتیست باید بره اجرا کنه برنامه‌شو دیگه. ولی خب دیگه اونم بازم نصب خوده، بعضی از آرتیست ها بیتاش هم فروخته شده همه حرفا، ولی تصمیم گرفتن کنسرتشون کنسل کنن. اون رو هم داریم. اون جورش هم به قول معروف اون جورش هم داره. آره نظر من اینه، من فقط نمیگم آقا کنسرت نذاری، خب خودم نمیرم یا شما نمیریم. داره. بله. اینه که بخوایم ما الان به همه بریم داد بیداد کنیم سر یه نفر که چرا رفتی یا چرا کنسرت. نه یکی دوستان برای گفتش که فلان کنسرت میای، گفتم میدونی چیه، دلش نیست، حالش بله. نیست. و بعدم اینکه بالاخره 4 نفر نگاه کنم میگن نگاه کن اینا، خب معلوم نیست. این یکی از دوستان عنوان کرده بودش تو نادر رفیعی در برنامهش عنوان کرده بود، بعضی دلخور شده بودن. خود تو داغ بعضی عزیزان صبح میرن تظاهرات که شب کنسرتشون رو برگزار کنن. شما هم شنیدید داستان؟ دیدم. حرفش بی منطق نیست. حرفش بی منطق نیست. چون مردم باهوشتر از این حرفان دیگه. مردم خیلی باهوشتر از این حرفان امروز و مردم برای من میفرستن آقا خواهش بگم شما اگه ممکنه درباره فلانی هم حرف بزن.
من بار دارم و کلی که آقا درباره اینا هم حرف بزن، اینا چرا دارن این کارو میکنن. ما حرفمون رو میزنیم، اما موضوع این هستش که اگر بگیم کنسرت خوبه میگن این خودش میخواد کنسرت بسره برای همه این حرف رو میزنه. ما لاس وگاسمون رو کنسل کردیم، این مسئله رو هم باز دوباره لاس وگاس چه اتفاقی خواهد افتاد مثلا به نظر شما؟ بدترین نماد خارج از کشور برای اجرای برنامه در این دوران اسم لاس وگاسه. یعنی به قول معروف بهش بگن سین سیتی دیگه، میدونی شهر گناه، شهر گناه. یعنی این، یعنی هیچ دلیل دیگه، هیچ اسم دیگه، هیچ برچسبی، نه مهسا امینی رو میتونید باش پرچمش کنید، نه میتونید رمزتون رو یه شعار این رمز ماست، نه میتونید زن زندگی آزادی رو عنوان کنید. به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود و به نظر من ما اصلا تو ذهنمون جا نشد. ولی لاس وگاس یه تظاهرات بسیار خوب های تک گذاشت در خیابان اصلی لاس وگاس، عالی بودش. خب الان هر کی توی فکری باشه کریسمس بریم لاس وگاس برای زن زندگی آزادی، یعنی غیر از توهین اگر هم میرید، یه خواهش دیگه هم من دارم حسین عزیز، اگر میرید مسافرت، اگر میرید رستوران، اگر میرید شب هالوین گیرون و گردش، تو رو خدا عکس نذارید. نه نمیذارن، الان دیگه 99% نیست. نذارید عکس رستورانتون رو، نذارید عکس مهمونیاتون رو، نذارید عکس ها رو. یه دندان به جگر بگید، میدونم میخواید لباس رو نشون بدید، تازه خریدید، همه اینها مشخصه، اما نکنید. اینم خیلی مسئله است. حتما. مرسی دوستان، از دید برمیگردیم در مورد ورزش صحبت کنیم. روسا سرصدای زیادی را افتاده در این مورد، سرصدای عالی، و همینطور جام جهانی هم که در راه در عرض 10-12 روز دیگر. با ما باشید. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. گفتیم ورزش. خب ورزش الان مسئله بزرگیه برای ایران. جام جهانی سال 2022 در قطر در از چند روز آینده انجام خواهد شد و اولین بازی تیم ملی ایران که اگر اتفاق نیفته، که من صحبت میکردم با ایران، خیلی هم گفتن 75-80% نمیخوان تیم ملی به جام جهانی بره، که اون یه بحث دیگه، حالا ما اون رو نمیخوایم صحبت کنیم چون خیلی صحبت شده. و به نظر میاد که تیم ملی ایران به جام جهانی خواهد رفت و اول بازیش هم در با انگلیس ساعت 5 صبح خواهد بود. به وقت لس آنجلس. بعد بازی بعدی 2 صبح به وقت لس آنجلس، بازی بعد 11 صبح به وقت لس آنجلس. اما تیم ملی ساحلی ایران رفت به امارات و در مسابقات فوتبال ساحلی بین قاره‌ای شرکت کرد. بله. و همیشه عملکرد خیلی خوبی داشت. 4 بارم قهرمان شد. و اومد بالا، همه رو شکست داد، ژاپن هم شکست داد و کشورهای دیگر هم شکست داد، رسید به فینال در مقابل برزیل. بله. و این بازی انجام شد. منم بازی رو نگاه کردم و 2-1 ایران برنده شد. بله. در یک قسمت شروعش و بازی قبلش، وقتی سرود ملی کشور جمهوری اسلامی زدن، سرود جمهوری اسلامی زدن، بازیکنان، مربیان، همه اعضای کادر فنی، غیر فنی، همه که صف کشیده بودن، سرود و زمزمه نکردن. در برای چی؟ گفتم ما به دلیل اعتراضی که دارن به نسبت رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم خودشون در ایران داره، با همیانان ما دارن در ایران، کشت و کشتاری که انجام دادن، جوانانی که جونشون از دست دادن، و نخوندن. بعدم بازی انجام شد در جایی که سعید پیرامون گل بسیار زیبایی زد. بله. و دستش برد بالا، موهاشو که مثلا موهاشو موهاش بلنده برد بالا و با دستش قیچی کرد. بعد هم داخل استادیوم تماشاگرانی که بودن وقتی سرود ایران زدن همه هو می‌کردن. بله. اونجا اتفاق دیگه نیفتاد. بازی انجام شد، اومدن بیرون. شعارهای درست بیرونی که داده شد مثل شعارهای ایران بود. بله. مثل شعارهای لس آنجلس بود. بیشتر طبیعی شعارهای ایران بود. بله. و انجام شد و دولت ایران
یک تهدید رسمی خیلی جدی دولت امارات کرده، گفته که شما که قانون اساسیتون میگه هیچ گونه همچین تظاهراتی نیست در کشور ما، اجازه دادن این کار انجام بشه. خب بعد هم دیدیم که در این صحنه دیدیم که تیم واترپولو ایران وقتی این سرود دادن اونا هم هیچ کاری نکردن. بله. باید آماده باشید بازم در جام جهانی هم بزرگتر خواهد بود 100%. یه چیز اتفاقی هست حسین جان، اینو باید بهش توجه کنیم که گاهی وقتها این ورزشکارها گاهی وقتها از اون بالاتر نماینده های مجلس جای خودشونو گم میکنن. یعنی ورزشکار نمیدونه که آقا ایشون نمادی از مردم ایرانه و بالاتر از اون نماینده مجلس نمیدونه که آقا منتخب مردمه، نماینده مردمه، نه نماینده دولت که بگید بگه آقا 14,000 نفر رو محاکمشون کنید. آره مثلا این هم 200 خورده نفر نماینده مجلس هست که ما هیچ کدوم قبول ندارم، مردم ایران هم قبولشون ندارن چون انتخابشون نکردن. نه حالا مردم ایران جوانا رو اعدام میکنن. آره مردم ایران میگه انتخابشون کردن. اگه اینها این یاد گرفتیم ما و یاد بگیریم ما که دفعه بعدی طرف با رقص اومد گفت به من رأی بدید یا اوورد شیرینی بهتون داد یا برنج داد بهش رأی ندید یا سود زد آره بهش رأی ندید، چون اینها نماینده شما نیستن. من موافق اینم که باید به رأی داد، نه اینکه رأی نداد، رأی داد ولی به اون آدمی که برای مردم باید رأی داد به اون آدم. ولی داستان اصلا شما نگاه میکنید ورزشکارای ما رو در جام جهانی قطر، مطمئن باشید که بار هم گفتیم دیگه اتفاق بزرگی خواهد افتاد. ولی ایران خیلی قدرت داره در قطر. آره خیلی مردم داخل استادیوم امکان داره کنترل بکنن، ولی بیرون شاید شعار رو نمیتونی کنترل کنی. شعار رو نمیتونی. و نماینده مجلس در بریتانیا به کاپیتان تیم ملی انگلیس و مربی تیم ملی انگلیس گفته شما در بازی با ایران باید نشون بدی که مردم ایران حمایت میکنه. بله. نه اینکه گل بخورینا. من فکر کنم گل بزنن. حالا این دفعه به جایی که ما همیشه نگاه میکردیم که آقا طرف گل نزنه و زیر پیرنش باز دوباره شعار بزنه. آره بزنن اصلا هیچ کاری نمیکنه. ممکنه انگلیس بزنه زیر پیرنش اتفاقا شعار ایرانی باشه. آره بزنه بالا بگه زن زندگی آزادی. آره امکان داره. خیلی عالی میشه. آره امکان این هست. در هر صورت کشور قطر هم با احتمالاً با این تظاهرات اینا مخالفت خواهد کرد. فیفا هم که میخواد مثلا فیفا این سازمان بسیار ضعیف میخواد مثلا بازی فوتبال سیاسی نشه، ولی از اون طرف نمیدونه که دختر ایرانی به داخل استادیوم نمیرن. هیچ نمیخواستم بگم با اون که با قیش غلطی نمیتونه غلط گفت میخواستم بگم درسته اشکال نداره. نه درسته و هیچ غلطی هم نمیکنن. چرا؟ چون فیفا بیزینسه. بیزینسه فیفا مثل بقیه ورزش هایی که در آمریکا اینقدر مراقبت میشه ازش نیستش. ما فیفا رو نمیتونیم با NBA، با NFL، با MLB، با اینها مقایسه کنیم. نمیتونیم مقایسه کنیم. یه سرتون بگم، این تیمی که داره میره، تیم منتخبی که داره میره، تیم ملی که اسمش رو نمیذارن، تیم جمهوری اسلامی، بازیکنانشون ملی هستن. ولی اینا دارن میرن، اون عرق ملی رو دیگه ندارن. اون گل زدن دیگه برای حالی برایشون نداره. مردم هم اصلا چیزی نمیخوان دیگه اصلا. کاری من صحبت میکنم با مردم در ایران اصلا موافق تیم نیستم. وقتی فدراسیون فوتبال از 90% بازیکنان پیشون تیم ملی که اسمشون همه معروفه و بعض کسایی که در حوزه ورزش هستن هنرمندان دعوت میکنه بیاین به جشن خداحافظی تیم ملی و رونمایی پیراهن تیم ملی، همین انصراف میدم دیوانه میان. میگن یعنی چی فوتبال؟ چه معنی داره؟ کاملا درسته. بله. اوضاع خرابه، اوضاع زندگی مردم بسیار خرابه و بعد هم خیلی جالبه
حتی من دیدم در روزنامه جمهوری اسلامی گفت آقا اگه میتونید یه برنامه ریزی یه چیزی بنویسید که ما مثلا اشتباه کردیم یا این حرفا، چون داستان اینه که اینها نمیخوان قبول بکنن، مسئولین نمیخوان قبول بکنن. و الان دیدم که مثلا گفتن که علی ضیا، بالاخره علی ضیا پاسپورتشو گرفتن، مجری صدا و سیما بوده. من تو فکرم اینه که خب کیو قراره بذاریم بعدن هنرپیشگی کنه، کی قراره مجری باشه؟ سریالا رو همه رو قطع کردن برای اینکه تمام هنرپیشه ها کسی نمیشه دیگه. الان ترانه علی دوستی رو دیدم نوشته بودش که من میمونم اینجا در کنار مردم خواهم بودم، کار نمی کنم، پاسپورت هم مال شما، اینجا کشور منه، در کنار همیانان میمونم، از کار دست میکشم و هیچ جا هم نمیخوام برم، پاسپورت هم بدین جایی نمیرم. من یه سوال دارم فقط این سوال رو میخوام بپرسم، چه از هنرمندان عزیز و بازیگرای نازنینمون، چه از مردم خب؟ ولی در رابطه با بازیگران، کدام بازیگر زنی امروز حاضر میشه با دیدن این جوانان و این بچه ها با حجاب بره جلو دوربین اگه الان فیلم برداری داشته باشه؟ خب اصلا شروع نمیشه الان اگه کارگردان بخواد. خب الان داره شروع میشه دیگه، الان داره فیلم برداری ها میشه. فکر میکنم درصد بسیار بالاش این کارو میکنن. چه چیکار میکنن؟ بدون حجاب میرن. نمیشم چیزی. خب قبول نمیشه، فیلم اجازه پخش خب نمیگیره. میگم که دیگه من میگم از اون بالا انجام نمیشه. چون موضوع مهم این است که اگه با حجاب بری جلو دوربین، با روسری بری جلو دوربین، دهنکجی به مردمه. بله. اگر بدون اون بری، ارشاد بهت جواز نمایش نمیده. برای همینه همون اون چاقو هست که دو طرفه هستش. بله. همونه. اینم یه سوالیه که شاید برای خیلی ها باشه. اصلا رضا چرا باید مثلا میگه آقا تو این کشور نمیتونی بری بیرون؟ آخه من نمیفهم یعنی چی؟ بله. دیدم آقای بحرانی مثل که یه برنامه محمد بحرانی که جناب خان رو بازی میکنه، ایشون اومده انصراف داده از یه برنامه که قرار بود دوران جام جهانی مدت زیادی هم روی این کار میکردن، قرار بود یه برنامه انجام بشه و ایشون گفته که من آمادگیش ندارم و نمیکنم. پاسپورتش گرفتن مثل که ایشون هم ممنوع خروجش کردن و گفته من مشکلم نیست، ممنوع خروجی هم مال خودتون، من کار نمی کنم. سخنگوی دولت بعد میگه علی کریمی بیاد با هم دیگه بریم نگاه کنیم و صحبت بکنیم. علی کریمی گفته اول تو ماجو آزاد کنید. آره. اونایی که همینطوری میگیرین من پیشکشتون. درسته. یعنی چی؟ شما از خواننده میترسید، از رپ آرتیست میترسید، از پدر مادری که فرزندشو از دست دادن میترسید، از ورزشکار میترسید، از دختر بچه دبیرستان میترسید، از همه میترسید. علی کریمی گفت تازه قدرت اول منطقه میگین هستی. یکی از اتفاقات مهم و یکی از درخواست های ما چه در تپش و کسانی که برسات نگاه دارن، خیلی خوبه که اسم مهسا امینی همچنان هشتگ بشه، اسم توماج صالحی رو حتما استفاده بکنید، نیلوفر حامدی رو فراموش نکنید. اگر نیلوفر نبود، نه مهسا بود، نه اتفاقات دیگر، نه آینده نوینی برای ایران. نیلوفر حامدی گزارشگری بود که خبر مهسا رو اول بیرون داد از روزنامه شرق. بله. امیدوارم سعی و سالم باشی در زندان. انشالله. و هر صورت اینا خیلی مهمه. اینا نقشه موثری بازی میکنن در زندگی ما و اینکه شماها باید حمایتشون کنید. واقعا باید شما حمایت کنید و باید شما با هشتگاتو، نه هشتگی به زبان فارسی، خوب فارسی باشه، ولی حتما هشتگ انگلیسی استفاده بکنید. توماج صالحی رو حمایتش کنید. و این آشپز جوانی که در عراق کشته شد که آینده بسیار درخشانی داشت، بیادش باشید. آینده اصلا مهم نیستش حسین، آینده رو ولش کن. این گناه واقعا حیفه این بچه هاست. این من دیدم یه سیر، من در صفحه خودم پست کردم، استوری کردم، 10-15 تا از این جوانانی که کشته شده بودن جاشون رو سنگ های قبل نیست، عکسشون روی بزرگترین مجلات بزرگ دنیا باید باشه. واقعا اصلا حیف شدند. چی بگم؟ و متاسفانه مسئولین کنار نمیان، بدتر دارن میکنن. مسئولین بلی که کنار نمیان، 5000 مسئول در ایران که یه ذره سواد ندارن، خانواده هاشون رو فرستادن خارج، دارن حمایتشون میکنن، خودشون در ایران خون مردم کردن تو شیشه.
دیدم آقای شریعت بدری که روزنامه کیهان رو سرپرستی میکنند و همم با ایشون آشنایی دارن، نوشته خب چند وقت پیش نوشته بود که چرا از گلوله استفاده نمیکنن، گلوله جنگی کارو تموم میکنن دیگه. آفرین این بچهای بسیج و نیروی انتظامی بارها ثابت کردند که برای جمع کردن این مسائل اینا بسیار خوب بودن و خوب هم کارشون انجام دادن. خب این دفعه چرا میذارید؟ یادتون نره یک ماه دیگه سیستم عوض میشه ها، اون وقت شما چه جوابی دارین؟ کجا عوض میشه؟ سیستم ایران. نه نه روز زمان بهش نده، اون چمدونا رو ببندین، من هیچ وقت یادم نمیره ناراحت کننده. نه خب منم حالا یک بار زودی. آره ولی آره. توجه به این داشته باشید که بارهای مثلا گفتیم یک موجی حرکت کرده، مهمترین بخش این موج رو ایرانیان خارج از کشور بازی میکنن. مهمترین بخش موج به ایرانیان خارج از کشور ربط داره. به تا زمانی که اینها پشت هم باشند به دیگری برچسب نزنن، اگه کسی به کسی برچسب زد بدونید این شخص با شما نیست. و در ضمن در بخش دوم ایرانیان داخل کشور هستند در که به هر صورت با تمام این فشارها دارن روبرو میشن با مسائل مختلف و با مشکلات زیاد. ولی کلن من مطمئنم که نمیتونه برگرده، هیچ دولتی نمیتونه برگرده به اون 50 روز پیشش یا 60 روز پیشش. نمیتونه این دولت با سیستمی برگرده. که مردم دارن اینجور آخه هیچ جایی در دنیا دیگه جا ندارن. من نمیدونم با مردم غیر ایرانی در دنیا میخوان چیکار کنن اینا. نه الان دیگه اون فضا دیگه تموم شده، اون فضا، اون پوشش، اون حالتها عوض شده. اگر متوجهش باشند خب متوجه میشن و میرن جلو دیگه، اگر متوجه نباشن اینجوری بخوان به مردم جواب بدن. هیچ کسی نشده که پسر خالش، پسرش، عموش، داداشش از بین بره و بگه خب دیگه حالا اون از بین رفت من میبخشم. امکان نداره، امکان نداره. این آتش زیر خاکستره. اگرم امروز صداش در نیاد چند روز دیگه به هر صورت این طغیان خواهد شد. مرسی از شما. مرسی از تو. ممنون که توجه کردید. مرسی از همتون. تا وقتی دیگر برنامه دیگر. خدا نگهدار.